اگر یک لحظه با من قهر کنی، زندگی را با کام من سر کنی، زندگی را با کام من سر کنی، اگر با بهانه های به وجود مرا رسوایی شر کنی، دل پر از غصه و غم نمیشه، عشق من ذره کم نمیشه، من فدای قره آشیای تو، با خدا دوست دارم همیشه. میخواهم از دور شد اما نمیشه، مثل تو مخور شد اما نمیشه، میخواهم از دور شد اما نمیشه، مثل تو مخور شد اما نمیشه، هزار هزاران بار دلم شکستی، میخوام که رنجور شد اما نمیشه. ای دوست دارم توی بال پرم، دنیای منی ای تاج سرم، دنیای منی ای تاج سرم. ولسوالی استالف که یکی از ولسوالی های ولایت کابل است، به طرف شمال ولایت کابل در فاصله 40 کیلومتریش موقعیت داشته و این ولسوالی معمولا ولسوالی کوهبند است که اکثر قسمت های از این با کوه ها احاطه شده که در جوار ولسوالی فرزه، قره‌باغ و قسمت در به طرف شمالش ولسوالی غوربند موقعیت داره. مردم ولسوالی سالف اکثرا کسبکار و پیشه آزاد داشته و یک تعدادش هم مشغول زراعت و باغداری می باشند. ولسوالی سالف از زمانهای قدیم به گذرها تقسیم شده بود که فعلا هم 15 گذر داره که گذرهایش به نام میدان رئیس، محله غنداب، کاردگری، خوجه میرک، خوجه حسن، بالا گذر، بالاده و گذر کلالان نام داره. مردمش، ساکنینش در قریه و قصبات در صنایع دستی، کلالی، پوستیندوزی و همچنان صنعت پتوبافی و تولید و پرورش مالداری و میوه‌جات خشک مشغول هستند. اکثر مردم استالف نسبت عدم کار و آمدن جنگ ها فعلا در شهر کابل زندگی میکنند و تعداد کمشان در ولسوالی سالف سکونت دارند که اونا کسایی هستند که مشغول کسبکاری هستند و ساکنین این مردم مردم صلح دوست و مردم هستند که متکی به وحدت ملی هستند، مردم غریبکار و مهمان نواز هستند و همشان مشغول و کسب و کار خود هستند. در زمانهای قدیم ولسوالی استالف یک مکتب داشت به نام لیسه استالف که از قول بزرگا میگیم که او در زیر چنار حضرت ایشان صاحب شاگردا جمع میشدن در اونجا درس میخواندن که گفته میشه در سال 1319 اولین مکتب محلی که در او وقتا به نام مکتب محلی یاد میشد در زیر چنار حضرت ایشان صاحب توسط استادای سابقه که یک نفرش به نام استاد ایوب خان بود که خداوند مغفرتش بکنه او وفات کرد و بعد از او استاد اکبر خان بود که او هم وفات کرد، خداوند اونا رو مغفرت بکنه. از بسیار ابتدایی از محلات دوروبر حضرت ایشان صاحب شاگردار اونجا جمع کرده بودن، باز در اونجا تدریسشان به صورت رسمی در چوکات یک مکتب محلی شروع شد و بعد از او با مرور زمان این مکتب اینا انکشاف دادن به یک مکتب ابتدایه که به نام ابتدایی استالف یاد میشد. بعد از اون مکتب ابتدایی استالف سرانجام تا صنف 9 تا متوسطه شد که در سال 1336 گفته میشه که اولین لیسه در ولسوالی استالف ایجاد شد. استادای سابقه دار قصه میکنن که در اون زمان شاگردا بسیار
به خط و قلم تشویق می شدن، به مشق و تمرین تشویق می شدن و یک شاگرده که تا صنف 6 می خواند دوباره معلمی کرده می تانست خوب خط داشت، خوب سواد و کافی داشت، ولی متاسفانه در عصر امروزی شاگردای ما که حتی از 12 فارغ میشه خوب خط و قلم نداره. ای به خاطر از این بود که در اون زمان مردم به شوق و بسیار علاقمندی می آمدن و پدرها و مادرها وقتی که اولاد خود به مکتب می ماندن تو یک عرف قدیمی بود که می گفتن معلم صاحب گوشتش از شما، استخوانش از ما، یعنی شما اولاد ما را نمقدر سرش زحمت بکشه تمام اختیارش داره. ما راجع به تنهای پیزار که سابق پیزار جور می شد استالف به مو یک در تشریحات بیتم، اما در دوران ظاهرشا اینجا بازار بود، بازار پیدادوزی، بلان بازار پیدادوزی بود. وادی پیدادوزی یک خواست داشت که چرم هم همی جور بشد، یک قسمت به نام چرمگیری بود، چرم هم اینجا آش می دادند با لبای دریا می بردند، اینجا بشوشتند فصل زمستان بشوشتند، می آوردند، می بریدند. باز برادر همو قالب داشت با توسط دست دوخته می شد. باز در دوران امان الله خانم این پیدادوزی بود، از او بادش که امو رشته من تا وقتی که زایش ها در فکر خود ما که ما ایجا بودیم مطمئنی پیدادوزی بود. پیدادوزی یک خواست دیگه هم داشت که میله ها میکردن، یک تعداد نفر، 20 نفر، 30 نفر به نام اولسی جمع می شدند، با پیدادوزی همی تعداد نفر جمع می شدند، جور بکردند، کسیش قالب می کرد، کسیش می دوخ، کسیش یک قسم دیگه می کرد. مقصد کل موادش از استالب بود؟ نه، یک ابریشمش از خارج بود که ابریشم در لبکی از این ابریشم دوخته می شد، آن دیگهش کلش از استالب بود. باز یا غیر از این یه سال دیگه سال یک میله می کردن که مدار می تلام صاحب می رفتن یا دلت شان صاحب می رفتن یک جای به حساب میله پیدردودا بود دیگه. آن پیدردودی خیلی یک رشته خوبش بود، از جمله صنایع دستی افغانستان است، از جمله صنایع دستی افغانستان است و خصوصا مردم استالف ما رشته کارشان همی بود، خیلی ترقی داشت. در کمک میگی حساب از این گم شد رفت دیگه. صنایع دستی کلالی استالف از سالهای پیش تقریبا 385 سال پیش تاریخ داره که این استالف رواج دید، تا فعلا هم امیز زنده است. در اثر جنگای پیش از جنگای انقلاب، یک جنگای دیگه هم از طرف انگلیس ها و بگیو نمان که شده بود، این ضربه دیده بودی صنایع با شمول چنارای حضرت ایشان صاحب عریق کرده بودن و بعد از این مردم هم که صنایع دستیشان هست کلیگشان در مسایه حضرت ایشان صاحب هستن به نام کلالان و گذر کلالان یاد میشن، کلیگشان یک جای هستن، به تعداد سابقش کم بود، حالا فیلندش هم یک 60 کارخانه فعال است که کار میکنن، این صنایع رو پیش میبرن. وازی مردم امی صنایع را کار میکردن، تماما رسش و گلش و تمام اندش خودکفا بودن، از خود از فکر خود جور میکردن. گلش میرفتن، گل مخصوصی بود، از کوه می آوردن، سنگای چقمق کار میشد، از ایر از لبای دریا یا از کوه از کانال جمع میکردن می آوردن. وازی گلای لخت از کار میشد در گل، از وقتی که گل از ایر از گلکنه میکندن، اون وقت موتر چیزی ها نبود، توسط مرکبه ایر می آوردن، بازی را میده میکردن، ایر غلبل میکردن، بازی را تر میکردن. تا فیلان هم امو جریان داره که تقریبا 5 ساعت 6 ساعت ایر لغت میکردن تا که گل پخته شود. وقتی که گل پخته میشد، باز استاد کار سر پخته میشد یا بزری لغتی گل و آماده به کار پخته میشد. بعد از این وزیر شاگردی بود که پیشری استاد میشد، باز این گل مالش میداد، خب صحیح مالش میداد که سنگ چوب قلوخی در بین از این است میکشید، گل خاص از این به دست استاد تسلیم میکرد، استاد بازی را در سر چرخ دست به دعا این شروع میکرد در کار خود. وقتی که در کار خود شروع میکرد، این ادمی فکری که این نه قالب بود، نه ماشین بود، نه ادمی فکرش، این به می یک اندازه، اگر 1000 دانه میگفتی برای تمو 1000 دانه جور میکرد، یک اندازه، اگر 200 میگفتی، اگر 100 میگفتی، اگر
یک دانه میوه میگفت که هیچ چیزی بس سن ازیش بساد این ازمی به می تعداد به مو تعداد تو نه که یکش خرد به یکش کلان اما کلگیش به مو یک سایز اونو فکرش بود بازی رنگا از این که وقتی که آماده بس رنگکاری میشد یه که میگفتن اینا رو رنگ کنیم که بعداش ببریم پخته شود و سنگای بود که خودشان از بابا و بابا کلانا برشان میراث مونده بود که این سنگ با چه کدام رنگ کار میآید این سنگ با کدام رنگ کار میآید این سنگ چیزا شو و سنگار می آوردن میده میکردن و غرای کلان کلان و غرا بود و حالا آونگ بگویم دیگه سو وقت غرای کلان کلان بود این میده میکردن آنقدر این میده میکردن که تو نرمی گوش بشیش بسیار درشت بود یه همه تور میده میکدن بازی را از لطه ململ تیر میکدن بعد از یه رو میکدن در مکاسای را رنگ میدادن بعد از در آتش میمون در کوره منیشندن آتش میکدن تقریبا 600 700 800 چوب هرچه بر از یه آتش میکدن سابقه هرچه چوب هرچه و چیزی ها نبود رواج و از کوه ها بطه می آوردن در بازار استالف که داخل می شدی به هزاران هزاران شمشیر قدیم بود. هیچ مستفیده است گپایی است که زیادترش هم هم بچشم دیدیم. و از این من پیشتر هم این بازار بازار انتیک بود. تمام خارجی ها که در افغانستان داخل می شدن اولین سفرشان در کجا بود؟ در استالف بود. بر اونا و تاریخ می خواندن می فهمیدن که ما در افغانستان بریم جای تاریخی جایی که مردمش زیامتکش مردمش کلش به حساب از این که از علم دینی هم این مردم برخوردار است از صنایع دستی بیخی برخوردار است علمیال فعلا مردم استالف در تمام ولایت های افغانستان که اینا تیت شدن مهاجر شدن دمو ولایتی که مهاجر شدن اینا می کار استالف خود پیش میبرند بسیار مردم غریبکار با همت و با غیرت بودند و هستند در استالف ما باور شما باور با من نکنه به خدا کنه که این گل کلالیه که در استالف است در تمام افغانستان این مثل از این گل واره پخته گل دیگه گل نبود گلی که در استالف به این اندازه که پخته تر است شما بفهمید بدانه که انسان های هم که از این سرزمین تیر شده مثل همی گلش واره پخته تر است چرا؟ چیز همه چیز خداوند به ما شما نصیب کرده از زمین انسان از زمین از زمین خاک ایوان از زمین میوه از زمین اعظم چیز مگر به یادی خود ما هر چیزی که از استالف میگفتن که از استالف است مزهش دیگه ولایت ها و دیگه ولسوالی ها نداشت از استالف مردم شمالی که ما مردم کابل مردم دنیا تماما خارج که می آمد از این خاطرهای خوش می برد به یادی ما تمام مردم سیاسرهای تمام افغانستان یک قسم سابق چی بی بی های تیر شده بود در دستای از یا یک قسم از کنگنای شیشه بود من خوب پوره یادم است این کنگنای شیشه از پیش سیاسرها که مشکش حتی توته ای را جمع میکردن که باز ما ای را در استالف میبریم بخاطر همی چیزای گلی که اینا جور میکنن پس دوباره اینمی شیشه را اینمی مردم باونرش دوباره ای را از این کار میگرفتن دروی کلالی ما هم میخواییم که راجع به این صنایع دستی که در حدود 45 سال پیشتر وقتی که زمانی که ما به زیارت ایشان صاحب میامدیم از اینجا گلدان میبردیم گلدان های بخاطر گل خود و پوستینچ های بسیار خوبش ساخت خود استالف بود که امروز با تاسف از او چیزی دیده نمیشه و او وقت پوستینچ هایی که ساخته میشد کلش از پوست های برای بود که برنگ های سفید و برنگ های سیاه بسیار خوب مقبول بسیار خوب گل دوزی شدگی ابریشم کار شدگی صنایع دستی بسیار خوب استالف داشت که ما در شهر کابل 45 سال پیشتر از اینجا که می آمدیم می بردیم همین صنایع دستی از اینا را از قبیل کاسه از قبیل دیگای خوب بسیار مقبول به شروع که چرا سابق اکثرا کسا به دیگه چیز پخته نمی کردن و همین دیگای گلی استالف بود که شروع را به بسیار با آب و تابش پخته میکردن و ما از او استفاده میکردیم
و بعد از این وقتی که ما اینجا می آمدیم یک تعداد کسی از ریسفیدا امور یاد نکردن. ما در اون زمان یک تعداد دسپاک ها می بردیم از اینجا. دسپاک های ساخت خود استالف ها. اما دسپاک های استالف حال امروز در هر خانه که باشه به قیمت بسیار بلند خرید و فروش داره. ولی با تاسف که امروز از او یادآور نشد کسی. که آیا او امو از او کسایی که او را می بافت حال کسی هست یا نیست؟ اگر هست چرا صحبت نکردین برادرم؟ این رو باید یک صحبت میکردین. و ضمناً از کلالی ما همه وقت یاد میکنیم. ما از کلالی همه وقت یاد میکنیم. و کلالی استالف بسیار اساس است. به خاطر چی اساس استی؟ همین شیشه که در روی ازی گرفته میشه، این زیب و زینت ازی به می شیشه است که در روی ازی گرفته میشه. که در دیگه جایی ها این کسی این کار کرده نمیتونه. بر اولین بار در سال 1288 هجری شمسی که سال هشتم حکومت اعلی حضرت سراج الملت الودین امیر حبیب‌الله خان شهید یعنی پدر غازی امان الله خان بود، در این سال دو موتر بر اولین بار در افغانستان وارد شد که دو موتر از کمپانی هند برطانوی از کمپانی انگلستان که به نام موترهای ویملر و از کمپانی ویملری وارد شد. بعدن در چند نو موتر دگام به تعقیب ازی آمد که او موترها را به نام یک جالی، گرجالی، پنجالی، جالی سفید یاد میکرد و این موترها وقتی که آمد در همی سال اعلیحضرت حبیب‌الله خان یک ابتکار دگام کرد که به خاطر ازی که تکنیک ازی در ترمیم ازی موترها و وسایل باید ازی در کابل شوه، از ماشین خانه از ماشین فابریکه از ماشین خانه عربی چند نفر جوان بر آموختن دریوری و آموختن تکنیک موتر یعنی به لفظ عامیانه مستریگری از او روان کرد که این تکنیک را بیاموزن و دریوری را بیاموزن و این را آورد. در این سال چندین چیز مهم دیگه هم در افغانستان در وقت همین پادشاه وارد شده که او عبارت از پترول است، پترول وارد کرد به خاطر موتر و ماشین اکسری است که اکسری که عکس در طبابت میگیره، عکس شش و قلب گپاره و دیگه ماشین های زانگوگرافی، توپوگرافی، ماشین های و وسایل عکاسی را دمی سال وارد کرد. بعد از این بازمی واردات موتر ادامه پیدا کرد و موتر در اول که در افغانستان می آمد خصوصاً موترهای کلان دنترک می آمد و اینجا اول در هند برطانوی بادی زده می شد، پس آنها در وقت اعلیحضرت ظاهرشاه باز اینجا ما در کابل بادی سازای بسیار خوب داشتیم که اکثر موترها را وقتی که بادی می زدن بادی سرویس هم می زدن، همین موترها را بادی لاریان می زدن. باز پس آن موترهای دیگه که آمد موترهای کلان به اصطلاح باربری و به خاطر سرویس موترهای در اون وقت موترهایی را موتر ششتن می گفتن، موتر هفتن می گفتن، موتر 57 بود، موتر 59 بود، موتر 60 بود، موتر 64 بود. این موترهای کلان بود که می آمد، از خصوصا یا کلش زیادترش از امریکا و انگلستان، خصوصا از امریکا زیاد موتر وارد می شد و موترهای تیزرفتار که در اون وقت از امریکا می آمد موترهای بیوک بود، موترهای لورایس بود، موترهای شیویتی بود، موترهای واکسال بود. این موترها می آمد اینجا وارد می شدی تیزرفتارا بود. به می ترتیب حتی از چکسلواکی هم یک موتر یک کوبر باربری و سقیل و جرسقیل ها استفاده می شد، موتر بسیار سقیل بود به نام تاترا یک موتر بود که او بسیار یک موتر قوی بود از چکسلواکی ها وارد می شد. پس آنها باز واردات موتر از کشور روسیه هم شروع شد که موترهای روسی کلان موترهایش که برای باربری و برای موترهای سرویس استفاده می شد، موترهای زیس بود، زیل بود، ماس بود، پاس بود، واز بود، گاز بود، این موتر آمد و موترهای تیزرفتاری که از شوروی از دو وقت می آمد یا از روسیه می آمد، موتر پاپیدا بود، موتر جیپ روسی بود، والگا بود، این ماسکویچ بود، این همی موترها بود. نه این رای فیگپا باز پسان آمده، همی موترهای قدیمی را من میگم. Thank you.
تمنا